درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو رشدینو. پس ایمان از شنیدن پدید می آید و کلام ما پیام مسیح است. با مجموعه برنامه های رشدینو همراه ما باشید. شنوندگان عزیز رادیو رشدینو سلام. در این برنامه راجع به موضوعی میخوایم با هم گفتگو کنیم که بسیار پرچالش و بحث برانگیز هست و قطعا برای شما ایمانداران عزیز و نو ایمانان عزیز سوال بسیار هست در همین رابطه، آموزه تثلیث. در این برنامه این مطلب رو به صورت مختصر با آیات شاهد برای شما راجبش صحبت میکنیم و در این باره از کتاب خلاصه اصول اعتقادات مسیحیت نوشته لوئیس برکوف رو مد نظر داریم. من هم در اینجا به نوبه خود سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو رشدینو و بیاییم با هم دعا کنیم و به حضور خداوند بیاییم که خداوند با هدایت روح خود به ما کمک بکنه که بیشتر و بهتر بتونیم در مورد این آموزه تثلیث که در حقیقت خدا خود رو این چنین به ما معرفی میکنه در کلام خودش و در حقیقت آموزه تثلیث و این لغت تثلیث یا انگلیسیش ترینیتی توی کتاب مقدس نیومده، ولی اون رو از آیات و آموزه های کتاب مقدس برداشت میکنیم و به عنوان یک موضوع خیلی مهم الهیاتی میتونیم روش تفکر کنیم و اون رو مورد بررسی قرار بدیم. پس بیایم دعا کنیم و به حضور خداوند بیایم. ای خداوند پرجلال، دعا میکنم که تو کمک بکنی و افکار ما رو و قلبهای ما رو لمس بکنی و خدای کمک بکن که بتونیم درباره این آموزه تثلیث بر اساس کلام تو که اون رو در سالیان مدید به رسولان و به انبیای خودت مکشوف کردی و اون رو در کلام خود آوردی بر ما هم مکشوف کنی که بتونیم امروز بهتر اون رو درک بکنیم و بهتر درباره اون بدونیم. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. آمین. عزیزان، وقتی که ما درباره تثلیث مطالعه میکنیم، کتاب مقدس تعلیم میده که خدا در این حال که واحد هست به صورت سه شخص یا اغنوم وجود داره، یعنی پدر و پسر و روح القدس. این سه در این حال چنان ماهیتی دارند که میتونن با یکدیگر وارد رابطه شخصی بشن. پدر میتونه با پسر سخن بگه و بالعکس، و هر دو میتونن روح القدس رو از خود صادر کنند. راز واقعی تثلیث در این هست که هر یک از این شخصها از تمامی و کل ذات یا جوهر الهی برخوردار هستند و اینکه این جوهر الهی خارج و جدا از این اشخاص موجودیت نداره. این سه در ذات یکی تابع دیگری نیست، گرچه میتونیم بگیم که به ترتیب موجودیت نخست پدر قرار داره، دوم پسر و سوم روح القدس. این ترتیب در نقش‌های اونها نیز منعکس هست. و دیگر اینکه دلایل کتاب مقدس برای تثلیث چی هست؟ در عهد عتیق مواردی وجود داره که به بیش از یک شخص در وجود الهی اشاره داره. خدا از خودش به صورت جمع سخن میگه، مثلا در پیدایش باب 1:26 و همچنین در پیدایش باب 11:7 درباره اون میخونیم. در کتاب پیدایش باب 1:26 آمده است: آنگاه خدا گفت انسان را به صورت خودمان و شبیه خودمان بسازیم و او بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر چارپایان و بر همه زمین و همه خزندگانی که بر زمین می‌خزند فرمان براند.
و همچنین فرشته یهوه نیز به عنوان یک شخص الهی معرفی گردیده که اون رو در کتاب پیدایش 16 آیات 7 تا 13 و همچنین پیدایش باب 18 آیات 1 تا 21 و همچنین باب 19 آیات 1 تا 22 میخونیم. پیدایش باب 16 آیات 7 الی 13. فرشته خداوند هاجر را نزد چشمه آبی در صحرا یافت، چشمه‌ای که بر سر راه شور است، و گفت: ای هاجر کنیز سارای، از کجا آمده ای و به کجا می روی؟ گفت: من از نزد بانویم سارای می گریزم. آنگاه فرشته خداوند به او گفت: نزد بانوی خیش بازگرد و زیر دست او فروتن باش. و نیز گفت: نسل تو را بسیار افزون خواهم کرد، چندان که آنها را از کثرت نتوان شمرد. و فرشته خداوند وی را گفت: اینک باردار هستی و پسری خواهی زاد و او را اسماعیل باید بنامی، زیرا خداوند فریاد مظلومیت تو را شنیده است. او مردی همچون خر وحشی خواهد بود، دست او بر ضد همه و دست همه بر ضد او خواهد بود و او جدا از همه برادران خیش ساکن خواهد بود. هاجر نام خداوند را که با او سخن گفته بود تو خدایی هستی که مرا میبینی خواند، زیرا گفت: آیا براستی در اینجا او را که مرا میبیند دیدم؟ و همچنین از روح القدس نیز به عنوان شخصی متمایز سخن گفته شده و میتونیم اون رو در کتاب اشعیا باب 48 آیه 16 و همچنین اشعیا باب 63 آیه 10 بخونیم. کتاب اشعیا باب 48 آیه 16: به من نزدیک شده این را بشنوید، از ابتدا در خفا تکلم ننمودم و از زمانی که این واقع شد من در آنجا هستم و الان خداوند یهوه مرا و روح خود را فرستاده است. و علاوه بر این قسمت‌هایی وجود داره که در اون مسیحای موعود در حال صحبت کردن و اشاره کردن به دو شخصیت دیگر تثلیث هست. در کتاب اشعیا باب 48 آیه 16 که خوندیم و همچنین باب 61 آیه 6 و همچنین باب 63 آیه 9 و 10 اون رو میخونیم. کتاب اشعیا باب 61 آیه 6: و شما کاهنان خداوند نامیده خواهید شد و شما را به خدام خدای ما مسما خواهند نمود، دولت امتها را خواهید خورد و در جلال ایشان فخر خواهید نمود. و به دلیل روند مکاشفه الهی عهد جدید شامل دلایل آشکارتری در مورد تثلیث هست. قوی ترین دلایل در موضوعات مربوط به نجات دیده میشه. پدر پسر رو به جهان میفرسته و پسر روح القدس رو. علاوه بر این در چندین قسمت آشکارا به هر سه شخصیت تثلیث اشاره شده. برای مثال میتونیم به فرمان بزرگ مسیح در انجیل متی باب 28 آیه 19 اشاره کنیم: پس بروید و همه قوم ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید. و دعای برکت رسولان رو میبینیم که در دوم قرنتیان باب 13-13، در انجیل لوقا باب 3 آیه 21 و 22 و همچنین باب 1 آیه 35 و اول قرنتیان باب 12 آیات 4 تا 6 و اول پتروس باب 1 آیه 2 اون رو مشاهده کنیم. کتاب دوم قرنتیان باب 13 آیه 13: همه مقدسان شما را سلام می فرستند. و آیه خوانده شده رو مقایسه می کنیم با انجیل لوقا باب 3 آیات 21 و 22: هنگامی که مردم همه تعمید می گرفتند و عیسی نیز تعمید گرفته بود و دعا می کرد، آسمان گشوده شد و روح القدس به شکل جسمانی همچون کبوتری بر او فرود آمد
و ندایی از آسمان در رسید که تو پسر محبوب من هستی و من از تو خوشنودم. و همچنین در دوران اصلاحات یعنی قرن 16 این آموزه از سوی پیروان سوسینوس رد شد و امروزه نیز یکتا باوران و مدرنیست ها اون رو قبول ندارند. ایشان اگر از تثلیث نیز سخن بگن اون رو تشکیل شده از پدر عیسی به عنوان انسان و نفوذ و نیروی الهی به نام روح القدس معرفی میکنن. و دیگر اینکه وقتی که در آموزه تثلیث از پدر نام میبریم، نام پدر بارها در کتاب مقدس برای اشاره به خدای تثلیث به عنوان خالق همه چیز بیان شده. مثلا در اول قرنتیان باب 8 آیه 6 و عبرانیان 12 آیه 9 و رساله یعقوب باب 1 آیه 17 اون رو میخونیم. کتاب اول قرنتیان باب 8 آیه 6: اما ما را تنها یک خداست، یعنی خدای پدر، که همه چیز از اوست و ما برای او زندگی می کنیم و تنها یک خداوند است، یعنی عیسی مسیح، که همه چیز به واسطه او پدید آمده و ما به واسطه او زندگی می کنیم. و همچنین به جز این که به عنوان خالق همه چیز، بلکه او به عنوان پدر قوم اسرائیل که در تثنیه باب 32 آیه 6 و همچنین اشعیا باب 63 آیه 16 و به عنوان پدر ایمانداران در انجیل متی باب 5 آیه 45 و باب 6 آیه 6 و همچنین آیه 9 و 14 و در کتاب رومیان باب 8 آیه 15 به کار رفته. کتاب تثنیه باب 32 آیه 6: ای قوم نادان و بیخرد، آیا خداوند را چنین پاداش می دهید؟ آیا او پدر و آفریدگار شما نیست که شما را بساخت و استوار فرمود؟ انجیل متی باب 5 آیه 45: تا پدر خود را که در آسمان است فرزندان باشید، زیرا او آفتاب خود را بر بدان و نیکان میتاباند و باران خود را بر پارسایان و بدکاران میباراند. و اما در معنا و مفهومی عمیق‌تر برای شخص اول تثلیث و بیان رابطه‌اش با شخص دوم تثلیث مورد استفاده قرار گرفته که این مطلب رو در انجیل یوحنا باب 1 آیه 14 و آیه 18 و همچنین باب 8 آیه 54 و همچنین دوباره در باب 14 انجیل یوحنا آیات 12 و 13 می‌خونیم. انجیل یوحنا باب 1 آیه 14: و کلام انسان خاکی شد و در میان ما مسکن گزید و ما بر جلال او نگریستیم، جلالی در خور آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی. و در واقع هر نوع پدر بودن در این دنیا انعکاس ضعیفی از پدر بودن خدای پدر هست. وجه تمایز پدر این هست که پسر رو در ازلیت تولید کرد. اعمالی که به طور خاص به پدر نسبت داده میشه طرح نقشه رهایی و نجات، آفرینش و حفاظت از اون و نشون دادن همکاری تثلیث در عمل نجات هست. با مجموعه برنامه‌های رشدینو همراه ما باشید. رشدی نو، برنامه ای برای تولدی نو. و دیگر این که درباره شخص پسر در تثلیث وقتی میخونیم اینه که دومین شخص تثلیث پسر یا پسر خدا نامیده شده. او این نام رو برخورد داره نه تنها به دلیل این که تنها مولود شده از خداست، بلکه به این دلیل که تولد خاص او توسط عملکرد روح القدس صورت پذیرفته. و میتونیم آیات انجیل یوحنا باب 1 آیه 14
و آیه 18 و باب 3 آیه 16 و 18 و در غلاطیان باب 1 آیه 49 و همچنین باب 11 آیه 27 و دوباره در انجیل لوقا باب 1 آیه 32 و 35 اون رو بخونیم. انجیل یوحنا باب 1 آیه 18: هیچ کس هرگز خدا را ندیده است، اما آن خدای یگانه که در بر پدر است همان او را شناسانید. و انجیل لوقا باب 1 آیات 32 و 35 رو میخونیم: او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. فرشته پاسخ داد: روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. از این رو آن مولود مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد. و مشخصه و ویژگی خاص او به عنوان دومین شخص تثلیث این هست که او تنها مولود ازلی خدای پدر هست و اون رو در مزامیر باب 2 آیه 7 و اعمال رسولان باب 13 آیه 33 و در عبرانیان باب 1 آیه 5 میخونیم. کتاب مزامیر باب 2 آیه 7 چنین آمده است: و حال من حکم را باز میگویم، خداوند مرا گفته است: تو پسر من هستی، امروز تو را مولود ساختم. و از طریق تولید ازلی پدر عامل هستی پسر در وجود خدا هست. کارهایی که بیشتر به طور خاص به پسر نسبت داده میشه عمل وساطت اوست. او در کار آفرینش و در کار نجات دخیل بود، همچنان که در انجیل یوحنا باب 1 آیه 3 و در آیه 10 و همچنین در عبرانیان باب 1 آیه 2 و 3 میخونیم و همچنین کار نجات او رو در افسسیان باب 1 آیات 3 تا 14 میخونیم. انجیل یوحنا باب 1 آیات 3 و 10: همه چیز به واسطه او پدید آمد و از هر آنچه پدید آمد هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت. او در جهان بود و جهان به واسطه او پدید آمد، اما جهان او را نشناخت. و در رابطه با کار نجات عیسی مسیح در کتاب افسسیان باب 1 آیات 3 تا 14 چنین می‌خوانیم: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی مبارک ساخته است، زیرا پیش از آفرینش جهان ما را در وی برگزید تا در حضورش مقدس و بی عیب باشیم و از محبت بنابر خوشنودی اراده خود ما را از پیش تعیین کرد تا به واسطه عیسی مسیح از مقام پسرخواندگی او برخوردار شویم، تا بدین وسیله فیض پرجلال او ستوده شود، فیضی که در آن محبوب به رایگان به ما بخشیده شده است. در او ما به واسطه خون وی رهایی یافته ایم که این همان آمرزش گناهان است که آن را به اندازه غنای فیض خود همراه با حکمت و فهم کامل به فراوانی به ما بخشیده است. او راز اراده خود را به ما شناسانید، این بنابر خوشنودی و قصد نیکوی او در مسیح برای اداره امور کمال دوران بود و آن اراده این است که همه چیز را، خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است، در یکی یعنی مسیح گرد آورد. ما نیز در وی میراث او گشتیم، زیرا بنابر قصد او که همه چیز را مطابق رأی اراده خود انجام می‌دهد از پیش تعیین شده بودیم، تا ما که نخستین کسانی بودیم که به مسیح امید بستیم مایه ستایش جلال او باشیم. و شما نیز در او جای گرفتید آنگاه که پیام حقیقت یعنی بشارت نجات خود را شنیدید و در او نیز چون ایمان آوردید با روح القدس موعود مهر شدید که بیعانه میراث ماست برای تضمین رهایی آنان که از آن خدایند تا جلال او ستوده شود.
و در آخر روح القدس که شخص سوم تثلیث هست، این چنین دربارش میخونیم که اگرچه پیروان سوسینوس و یکتا باوران و در حال حاضر مدرنیست ها از روح القدس فقط به عنوان یک نیروی الهی سخن میگن، اما در کلام خدا روح القدس آشکارا به عنوان یک شخص معرفی میشه و اون رو در انجیل یوحنا باب 14 آیه 16 و 17 و همچنین 26 و در باب 15 انجیل یوحنا آیه 26 و در باب 16 آیات 7 تا 15 و در کتاب رومیان باب 8 آیه 26 میخونیم. انجیل یوحنا باب 14 آیات 16 و 17: و من از پدر خواهم خواست و او مدافعی دیگر به شما خواهد داد که همیشه با شما باشد، یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را بپذیرد، زیرا نه او را میبیند و نمیشناسد، اما شما او را میشناسید، چرا که نزد شما مسکن میگزیند و در شما خواهد بود. و همچنین وقتی که میگیم روح القدس دارای شخصیت هست و به عنوان یک شخص معرفی میشه، او دارای قدرت تفکر، احساس، اراده نیز هست و درباره اینها در انجیل یوحنا باب 14 آیه 26، کتاب اشعیا باب 63 آیه 10 و افسسیان 4:3 و همچنین در اعمال رسولان باب 16 7 و اول قرنتیان 12:11 میخونیم. آیه شاهد برای قدرت تفکر روح القدس در انجیل یوحنا باب 14 آیه 26: اما آن مدافع یعنی روح القدس که پدر او را به نام من میفرستد، او همه چیز را به شما خواهد آموخت و هر آنچه من به شما گفتم به یادتان خواهد آورد. و در رابطه با احساس روح القدس در کتاب اشعیا باب 63 آیه 10 می‌خوانیم: اما آنها بر ضد او شوریدند و روح مقدس او را افسرده کردند، به این جهت خداوند با آنها مخالفت کرد و بر ضد آنها جنگید. و همچنین در رابطه با اراده روح القدس در کتاب اعمال رسولان باب 16 آیه 7 چنین آمده است: چون به سرحد میسیه رسیدند، سعی کردند به بیتینیه بروند، اما روح عیسی به ایشان اجازه نداد. و همچنین میبینیم که کتاب مقدس روح القدس رو به عنوان سخنگو، تفتیش کننده، آزمایش کننده، فرمان دهنده، آشکار کننده، مبارزه کننده و شفاعت کننده معرفی میکنه. علاوه بر این در انجیل لوقا باب 1 آیه 35 و باب 4 آیه 14 و اعمال رسولان باب 10 آیه 38 و اول قرنتیان باب 2 آیه 4 آشکارا از قدرت خود متمایز گردیده. مشخصه و ویژگی خاص او این هست که از پدر و پسر صادر میشه، همچنان که در انجیل یوحنا باب 15 آیه 26 و باب 16 آیه 7 و کتاب رومیان باب 8 آیه 9 و غلاطیان 4:6 میخونیم. که در انجیل یوحنا باب 15 آیه 26 چنین میخونیم: اما چون آن مدافع که از نزد پدر برای شما میفرستم بیاید، یعنی روح راستی که از نزد پدر میآید، او خود درباره من شهادت خواهد داد. و به طور کلی میتونیم بگیم که وظیفه روح القدس کامل کردن کارها در خلقت و نجات هست، چنان که در کتاب پیدایش باب 1 آیه 3، در کتاب ایوب باب 26 آیه 13، در انجیل لوقا باب 1 آیه 35، انجیل یوحنا باب 3 آیه 34 و اول قرنتیان باب 12 آیات 4-11 و افسسیان باب 2 آیه 22 اون رو میخونیم. کتاب پیدایش باب 1 آیه 3: خدا گفت روشنایی باشد و روشنایی شد.
و در کتاب ایوب باب 26 آیه 13 می‌خوانیم: روح او آسمان‌ها را زینت داده است و دست او مار تیزرو را هلاک کرده است. به تعداد دیگر از آیات شاهد اشاره می‌کنیم. در رابطه با تثلیث در کتاب اشعیا باب 61 آیه 1 می‌خوانیم: روح خداوند یهوه بر من مسیح موعود است. و در انجیل متی باب 28 آیه 19 که قبلا خوندیم مجدد اشاره می‌کنیم: پس رفته همه امت‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید. و در کتاب دوم قرنتیان باب 13 آیه 14 نوشته شده است: فیض عیسی خداوند و محبت خدا و شراکت روح القدس با جمیع شما باد. آمین. و آیات مربوط به تولید ازلی که در کتاب مزامیر باب 2 آیه 7 آمده است: فرمان را اعلام می کنم، خداوند به من گفته است تو پسر من هستی، امروز تو را تولید کردم. و همچنین در انجیل یوحنا باب 1 آیه 14 می خوانیم: و کلمه جسم گردید و بیان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. و در پایان در مورد عملکرد روح القدس در انجیل یوحنا باب 15 آیه 26 چنین می‌خوانیم: لیکن چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما می‌فرستم آید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می‌گردد، او بر من شهادت خواهد داد. پس عزیزان در اینجا بیایم دعا کنیم و از خداوند بخواهیم که او توسط روح القدس خود در قلب‌های ما ساکن باشه و ساکن بشه و ما رو تبدیل بکنه، ذهن ما و فکر ما تبدیل بشه توسط کار خداوند و ما بتونیم اینها رو درک بکنیم. در حقیقت ما نمیتونیم به فهم و دانش خود تکیه کنیم، بلکه بر خدایی تکیه میکنیم که اینها رو به ما مکشوف میکنه. و از خداوند در این لحظه میخواییم که خداوند همه این کارها رو بکنه و ذهن و قلب ما رو تبدیل کنه به ذهن و قلبی که بتونیم کلام او رو بفهمیم و او رو بیشتر و بهتر هر روز و هر لحظه بشناسیم. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. آمین. و در اینجا همه شما عزیزان رو به خداوند میسپاریم و با ما در تماس باشید از طریق شبکه‌های اجتماعی که در پایان برنامه اعلام میشوند. خدا نگهدار. خدا نگهدار. آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو رشدینو. لطفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی با تایپ فارسی رشدینو با ما همراه باشید و با نظرات و پیشنهادات خود باعث رشد و برکت ما شوید. آدرس ایمیل ما rushdino@gmail.com، شماره تماس ما 201-818-869-4633. تا برنامه دیگر در پناه خداوند عیسی مسیح باشید و بدانید که او هر روزه تا آخر زمان با ماست.
از طریق وبسایت برنامه rushdino.org و همچنین ایمیل برنامه rushdino@ymail.com در تماس باشید و در صفحه فیسبوک رشدینو ما را دنبال کنید و نیز می توانید از طریق یوتیوب برنامه های ما را ببینید و نظرات و پیشنهادات خود را برای ما بگذارید. بدانید که من هر روز تا آخر زمان با شما هستم. متی 28:20.